بنامه خدا و سلام بر شما بیننده آخر خط به گونه زنده از نور هستید. این روزها وضعیت امنیتی به گونه جدی نگران کننده است. در حال حاضر در چندین ولایت کشور جنگ عملا میان نیروهای امنیتی و گروه های راست‌افکن جریان دارد. بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار، فراه، بادغیس، مزار شریف، هلمند، کندهار، غزنی و هرات از ولایت های هستند که طالبان در تلاشند تا بیشتر ناامن کنند و تحت کنترلشان در بیارند. هماکنون در 7 ولسوالی ولایت بدخشان جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان جریان دارد. طالبان در چندین شب و روز گذشته تلاش کردند از چندین استقامت بالای ولسوالی های تشکان و شهدا و همچنان ولسوالی کوهستان این ولایت حمله کنند. اما گفته میشه که طالبان عقب زده شدند توسط نیروهای امنیتی و در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان همچنان جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان جریان دارد و از ولسوالی شهدا عقب زده شدند. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با آقای عبدالمنان شیوا شرق، فعال سیاسی. سلام بر شما آقای شرق، بس بسیار خوش آمدید. ابتدا میشه در مورد وضعیت امنیتی و جنگی که فعلا در بدخشان است برای ما و بیننده های ما بیشتر بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم، درود خدمت شما و بیننده های محترم برنامه تان. نبرد خندق و اعلام جنگ از آدرس دهشت افغانان و نیروهای ضد دین و ضد انسانیت و دشمنان مردم افغانستان در واقع پاسخ بر استراتژی تازه هم بسته پیشنهادی صلح دولت افغانستان و هم نقشه و راهبرد جنگ کنونی جاری افغانستان از آدرس نیروهای دهشت افغان علیه نیروهای دولتی هست. آنچه که طالبان در مناطق شما ذکر کردین به عنوان یک فعالیت نظامی روی دست گرفتن و وارد اقدام شدن و به صورت بسیار ضربتی یک جنگ فرسایش کننده و زمینگیر کننده را علیه نیروهای امنیتی آغاز کردن پاسخ بر بسته های پیشنهادی صلح حکومت کنونی هست. از یک طرف تثبیت جایگاه نیروهای دهشت افغان و بعد به وخامت کشاندن اوضاع هست. چنین مسئله می رسانه که دامنه و بحران افغانستان دامن گستر شده. جنگ افغانستان اگر جامعه شناسی نشه و تحلیل نشه و نقشه راهی برای مهارش در سطح منطقه و در سطح قدرت های کلان و در داخل افغانستان به یک مکانیزم درست منتج نشه و ما استراتژی جنگ علیه نیروهای دهشت افغان در افغانستان را پیریزی نکنیم، متاسفانه این دامنه گسترده میشه و نیروهایی که ضد ارزش های انسانی بشری و ضد دینی و ارزش های دینی حتی اسلامی هستند به عنوان طالبان برای مردم ما دردسر خلق میکنند. و دیده میشه که در نبردی که از چغاتک اون دکده‌ای که در قیصار اول شهادت فاروق قاطع به عنوان یک جنرال نامدار جمعیت اسلامی افغانستان، پس تصرف این دکده و بعد مقاومت حسین هاشمی یاوران و نزدیکان نیروهای جنرال فاروق قاطع تا نبردی که در تشکان بدخشان هست، نبردی که در شهدا هست، نبردی که در کوهستان ولایت بدخشان هست و مناطق مثل هرات، بادغیس، اینجا همه از یا فعالیت گسترده نیروهای دهشت افغان به منظور زمینگیر کردن مورال نیروهای امنیتی ما هست. اگر دولت افغانستان همین مورالی را که نیروهای زیردست نیروهای ارشد امنیتی دارند واقعا حفظ نکنه، افغانستان در یک ورطه بسیار خطرناک قرار داره. و ما از اینجا درود میفرستم به فرزندان دلیری که کماکان بیباکانه در برابر دشمن سینه سپر کردن و میرزمن و دفاع میکنن. آقای شرق، دقیقا در چند ولسوالی ولایت بدخشان در حال حاضر جنگ جریان داره و اطلاعات شما در این زمینه چی است؟ معلوماتی که ما دارم، البته همین شب طالبا قصد دارن اون کمربند امنیتی را که برای خود خلق کردن بالای ولسوالی خاش یک مناطقی از جنوب بعد عملیات داشته باشن، همین اکنون در نبرد هستن در ولسوالی تشک و در پای ازی هستن که عملیاتی داشته باشن در ساحه تگاب کشم که این کمربندی که تا آب نزدیک اوشنگان یعنی نزدیک بیانگان جایی که طالبان مستقر هستن، این کمربند یک راه اکمالاتی استراتژیک خود بدارن. بلیاز سوق الجیشی تشکان یک شهرستانی هست که اگر واقعا طالبان خدای نخواسته در نبود مورال و همکاری دولت مرکزی و حکومت محلی تشکان را تصرف بکنن، راه اکمالاتی و راه ترانسپورتی بدخشان به عنوان همون نقطه استراتژیک تسخیر ناشده طالبان در دوران حاکمیتشان این راه قطع میشه و بدخشان دچار یک چالش میشه. جنگ دیگر در ولسوالی شهدا همونطور دامنه گسترده یافته تا نزدیکای شغنان و او طرف تا دند شیوه و دشت شیوه و از او طرف این رای اکمالاتی نیروهای دهشت افغان مستقر در بدخشان سبب شده تا نبرد دیگر در نزدیکای کوهستانات آغاز بکنند. جنگ همین اکنون در کوهستانات ادامه دارد، ولی آنچه که مهم است این است که
حکومت محلی افغانستان نیروهای امنیتی و چهره هایی که یک برخی از چهره های خائینی که در رأس نیروهای امنیتی افغانستان هستند، اینها نه نقشه ای برای مهار کردن تهاجم و نیروهای ضربتی طالبان دادند. چطور طالبان تانستند در این شرایط هم یک حمله بسیار قوی انجام بدن، در حالی که حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی افغانستان ادعا میکرد که در بدخشان طالبان به گونه بسیار جدی توسط نیروهای امنیتی افغانستان سرکوب شدند؟ چطور تانستن طالبان قدر اکمال شوند و یک دفعه حملات دسته جمعی انجام بدن؟ خب من متخصص حوزه نظامی نیستم، ولی گزارش هایی که از لابلای موزگیری های هم دولت و نگاه های تحلیلگرانه نسبت به جنگ افغانستان گاگا میخوانم، نسبت به همین یک داوری میکنم. دولت افغانستان صورت تدافعی و مدافعی خود را داره، یعنی هیچگاهی تهاجمی بالای پایگاه ها و پناهگاه ها و جاهایی که طالبان مستقر هستند، در تجربه چندین سال حضور طالبان در شمال افغانستان این تجربه را به صورت بسیار بنیادینش نداشته. همون تجربه هنر جنگ سنتور اجازه بدین بگم که یک فرمانده موفق و منظور سرکوب کردن دشمن خودش پیش از حمله از 6 جهت بالای موضع دشمن حداقل 6 جهتی برای عقب نشینی تکتیکی خود را باید بررسی بکنه. نقشه جنگ افغانستان و استراتژی جنگ افغانستان و رویکردی که دولت افغانستان در برابر دشمنان مردم افغانستان اتخاذ کرده متاسفانه یک نقشه کارا نیست. طالبان به مورالتر از نیروهایی هستند که در برابرشان قرار دارند. طالبان همه امکانات را دارند. امروز ببینید در همین چهاتک فاریاب که ما پیشترم آقای حسین هاشمی، کسی که چرم حتی در چشمش هنوز باقی است، با تداوی میره، از یاران نزدیک فاروق قاتل که ملاقات کردم، اونا از داشتن تجهیزات بسیار مدرن طالبان خبر میتن. به گونه مثال این تجهیزات در اختیار طالبان کیها قرار میتن؟ ما در زمینه حرف میزنم، اما تجهیزاتی که هست به نام بزبزک، یعنی نامی را که نیروهای ارتش گذاشتن برای ازو، فراتر از سنایپر کار میکنه. درگنوف روسیه از او کده ضعیفتر هست، 1100 متر افکتیونس یا موثریت خود داره، به اندازه دقیق است. این اسلحه که هر موجودی که در جانش خون داشته باشه این را نگاه درمو دوربین خود برابر میکنه و بسیار تکتیر انداز ماهرانه. حتی به گونه ای که رزمندگان فاریاب به ما قصه کردن، طالبا با این میتونه میله کلاشینکوف را نشان بگیره. حالا این تجهیزات مدرن، مورالی که دشمن داره و آرامشی که دشمن در یک مدت داشته، عدم توجهی که فرمانده ها دلیل این چی میتونه باشه که چنین تجهیزاتی در اختیار دشمن قرار بگیره و دشمن عملا بر پاسگاه های امنیتی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان حمله کنن، در حالی که اینا شما اشاره کردین که در حالت تدافعی هستن؟ اول در قسمت اون پرسش شما که بی پاسخ باقی نمانده، بنده های محترم باید چیزی بشنون. من فکر میکنم جنگ افغانستان یک صورت منطقه‌ای پیدا کرده. رقبای نیروهای اتلانتیک شمال و یا ناتو یا در اصل ایالات متحده آمریکا در افغانستان با هر بهانه ای به منظور زمینگیر کردن اینها در ماموریت مبارزشون علیه دهشت افغانی که ماموریت هم زیر پرسش است از نظر ما صادقانه نیست، اینها تلاش میکنن تا نیروهای دهشت افغان را تجهیز بکنن و جنگ را به یک بنبست کلان بکشانند. در کنار این دلیلی که به نظرم دشمن مورال داره و این همه فداکاری جانفشانی نیروهای دلیر، سربازان دلیر نیروهای امنیتی در واقع مورد ستایش و تمجید نیروهای فرماندهان ارشد نیروهای امنیتی افغانستان قرار نمیگیره، ما فکر میکنم عدم صداقت فرماندهان نهادهای امنیتی در برابر دشمن هست، نفوذ ستون پنجمی ها در ساختار نهادهای امنیتی است و ناکارگی سردمداران نهادهای امنیتی. ما فکر معذرت میخوام، چند تا مزدوری بیش نیست، اینهایی که در رأس نهادهای امنیتی هستند طرحی برای امنیت شخصی خودشون ندارد، چه رسد به اینکه متوجه اوضاع ناامن و وخامت روزگار مردم افغانستان از هرات تا قیصر تا بدخشان باشد. آقای شرق، اگر مشخصا و بیشتر در مورد بدخشان، وضعیت امنیتی بدخشان صحبت کنیم، چرا بدخشان طالبا بدخشان چشم دوختن و چی کسانی در بدخشان عملا از طالبا حمایت میکنن که در بدخشان آمدن و نفوذ کردن، حتی در دوره ای که حاکمیت داشتن اینجا نتونستن آنچه که شما اشاره کردین بدخشان را تصرف کنن یا حداقل نفوذ داشته باشن با اینجا؟ خب من فکر میکنم یکی از چالش های اساسی مبارزه یا نبرد علیه دهشت افغانی اون ذهنیت حاکم یا برداشت های رادیکال یا به نحو قبض مسائل دینی است که نبرد در برابر دولت افغانستان را بسیاری از مفتیان سطحی اندیش دینی که معرفت دینی ژرف ندارن و دین را درست نمیدانن، این را یک جهاد میدانن علیه این دولت و این دولت دولت کفری میدانن. یک از این جهاد طالبان نفوذ دارن در بدخشان؟ متاسفانه بله. ما هنوزم در عرصه روشنگری و بیداری مردم، خصوصا در عرصه ارائه یک قرائت اعتدالی از دین در بسیاری از مناطق بدخشان مشکل داریم. یک دلیل این است. دلیل دیگر این که بدخشان به عنوان یک موقعیت استراتژیک، یک موقعیتی که میتونه دهلیز اکمالات
اکمالاتی بسیار خوب با پاکستان داشته باشه و نیروهای دهشت افغان بتونن راههای اکمالاتی داشته باشن. در دوران مقاومت یک بار اینا از قتل توپخانه پیش شده بودن و بعد با مقاومتی که قمندان شرف الدین یک مجمع انجام داده بود، یادم هست اون دوره، اینها سرکوب شدن و نتونستن پیش بیاین. بدخشان به عنوان یک ولایت تسخیرناشده دوران جهاد و مقاومت این بار به عنوان یک موقعیت استراتژیک متاسفانه با مرز مشترک با پاکستان داره، با نورستان داره و راههای اکمالاتی از برگ متال نورستان داره. موقعیت مثلا در حال حاضر جنگ مورد توجه دشمن هست و دشمن تونستن نفوذ بکنه. دلیل دیگر بگذارید بگم که رهبران و سردمدارانی بدخشانی و سیاستمدارانی بدخشانی، متاسفانه حتی رئیس ستاد ارتش هم از بدخشان هست، اینها به حد کافی سلنگاری دارن و بی‌تفاوتی دارن در مورد زادگاه خودشان. ما چه کنم این مقام و چوکی و این سردمداری ده که در خانه خود ما آتش باشه و بی‌تفاوت باشه؟ هیچ شرط میخوام از شما هم بشنوم. شماری از نماینده های بدخشان در سالهای گذشته وقتی نبرد در بدخشان شدید بود متهم بودن به حمایت از راسفکنی که گویا در اینجا معادن وجود داره و این نمایندگان در پول معادن سهم دارن و به نحوی شریک جنگ بدخشان هستن. شما میپذیرین واقعا نماینده های بدخشان در حق بدخشان ظلم کردن؟ گزارش هایی در مورد دست داشتن چهره های سیاسی و نماینده های مردم بدخشان در زمینه جنگ بدخشان خصوصا وجود داره و این موارد رسانه ها باستاب داره، سرق رسانه ها شنیدیم. ولی میخوام این نکته را بگم که معدن لاجورد بدخشان مسئله فراتر از خودی بدخشان در اختیار مافیای سیاسی حوزه خود ما هست. کدام فیگور سیاسی افغانستان شمولی نیست که در این معدن لاجورد انباری از مثلا سنگ لاجورد نداشته باشه و چشم ندوخته باشه به پیسه کلان؟ حتی من میگم این مسئله را که برخی از جابجایی ها و وزارت دادن ها پس استعفا کردن ها به خاطر رهایی معموله های بسته لاجورد بدخشان در انبارخانه هایی است که ما از این درک داریم و خبر داریم. کی هست این انبارها در اختیار چه کسانی است؟ وزارت معادن چهره هایی ده که در این زمینه و دلیلی که داوودشاهی صبا به عنوان وزیر معادن آمده استفاده داده و فعلا کسی دیگر هست. اگر شما به عنوان یک رسانه این را بررسی بکنید مافیای معادنی بدخشان را دقیقاً می‌دونید. در کنار این به نظر شما میگوین که ما اینها را میشناسیم، میشه که ازشان نام بگیرین چه کسانی هست؟ این در گزارش مشخص است. شما میتونین با یک پرسش از وزارت معادن در مورد مافیایی که نه تنها معادن بدخشان ما را استفاده میکنن و بر اهداف سو، حتی شاید هم فیصدی باش بتن با نیروهای دهشت افغان و طالبان، از معدن طلای راغستان که شما شروع کنین تا طلایی که در با تنگبالا هست، تا لاجورد، تا بیروج، همه سنگ هایی که هست، شما اگر بر وزارت معادن که وظیفش نظارت و مهار کردن استفاده مافیا از منابع طبیعی مردم افغانستان هست مراجعه بکنید، دقیقاً اینو میدونید و براتون این را میگه. نکته دیگر میخوام بگم که بدخشان فراموش شده هست. رهبران سیاسی ما یک انسجام درون بدخشانی با منظور استفاده از منابع موجود بشری که در بدخشان هستند ندارن. ما یک تجربه را میخوام بگم که 3 سال پیش ما تلاش کردیم از سر تا سر بدخشان 3000 شهروند متعهد بر مبارزه و دفاع از بدخشان را گرد هم آوردیم در فیض آباد، البته با ابتکار ریاست امنیتی اسبق. همه نمایندگان اونجا حضور داشتن و ما هم دبیر یا منشی این جلسه بودم. ما توافق کردیم که 1000 نیروی ضربتی با اکمالات دولت بلا در یک تمام تجهیزات نظامی را داشته باشه، برای دفاع بدخشان باید داشته باشیم و فرزندانی بودن که سرسپرده در این راه مبارزه میکنن. همین اکنون ما میگم درخواست قمندان شرف الدین، قمندان سراج الدین هست یا در قسمت بالا مقصود هست، اینا رو ما میشناسم، فرماندهان محلی هستن که در برابر طالبان میرزمند. ولی از عادت دولت مرکزی موقعی که جعبه فاروق قاطع در چخاتک فاریاب مورد حمایت قرار نمیگیره و حسین هاشمی میگه که من 2 روز تانستم با 6 نفر مقاومت بکنم و بارها با دولت محلی مرکزی، با دولت مرکزی، نهادهای امنیتی در تماس بودیم برای ما اشمالات نرسیده. در حال حاضر جنگ در بدخشان به شکل بسیار شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه های راسفکن جریان داره، به ویژه چند ملوسونی را که شما ازش نام بردین و همچنان نماینده های مردم در مجلس نمایندگان در بدخشان هستن، شمار زیادشان. فکر میکنید اینها میتونن کار بکنن یا حداقل حکومت را بالایشان فشار بیارن که بیان دست به کار شون و وضعیت را از این نگذارم بدتر شود؟ من فکر میکنم تنها نمایندگان مجلس نه، رهبران سیاسی، چهره های سیاسی، هر شهروندی که دلش به آزادی و جان و مال و ناموس و ارزش های انسانی در بدخشان یا در دیگر جاهای افغانستان میسوزه، نقش سازنده خود را میتونه بازی بکنه. چرا نه؟ بله، اگر واقعا ما انسجام داشته باشیم، به مردم دروغ نمیگیم، این همه امکاناتی که داریم به منظور بسیج و مبارزه علی چالش های امنیتی ما باید خلق بکنیم. اونهایی که در تشکان سر بریده میشه، نیروهای امنیتی که باج
گفته میشه، مکاتبی که در بدخشان بسته است، در هلمند، در قیصار، در اچین، ننگرهار، در هر جایی که بسته است، اینها زمینه بقای مصیبت مردم افغانستان هست. ما برای زدودن این مسئله و مهار کردنش مبارزه بکنیم. به نظر من کسانی که سردمدار هستند و رهبر هستند و مدعی سیاست به نمایندگی از مردم هستند، اینا با صداقت خود را در عمل نشان بدن و از مردم پاسداری بکنن، نگاه بکنن. سرسپردگان زیاد بی‌دریغ در دره دره افغانستان برای رزمیدن علیه نیروهای طالبان وجود داره. اگر رژیم تفکر طالبانی خود را و برخوردهای دوگانه خود را و ستون پنجمی خود را واقعا مهار بکنه، جنگ بدخشان طولانی شد و در مدت چندین سال هم حکومت برنامه برای تصفیه کردن طالبان این مناطق از وجود طالبان نداشت. دلیلش چی میتونه باشه؟ ضعف رهبران بدخشان که در مرکز سیاست میکنن، ضعف ادارهای محلی بدخشان به لحاظ امنیتی و در کل، یا مسائل کلان منطقه‌ای که شما به او پرداختید؟ چند مسئله هست. یکی این که نبرد صورت پراکسی وار یا جنگ نیابتی خود را گرفته، قدرت‌های کلان منطقه‌ای به لحاظ لوجستیک مالیاتی یا نقش خود را دارن. جنگ در بدخشان و در دیگر مناطق ناامن افغانستان ریشه مافیایی و انتقال و قاچاق مواد مخدر داره که منافع یک جمع را تامین میکنه. در کنار این عدم انسجام و هماهنگی نیروهای سیاسی که در هر جا نفوذ خود را دارن، یک رابط و یک استراتژی را طرح نکردن که ما به یک راه حل برسیم. و بعد مسئله دیگری است که تکیه کردن حکومت‌های محلی به نیروهای اربکی غیر فعال، این هم مصیبت دیگر شده. خب نفر 700 نفر داره، درست است که گاهی رزمیده و خون داده و کشته و زخمی داده، اکمالات از دولت میگیره، فقط نشسته اونجا خواب میکنه. جنگ این گونه نمیشه. وقتی تهاجم نکنی، کمین نزنی، شبیخون نزنی، استراتژی نداشته باشی، ضربتی کار نکنی، محاربه این مشکل در سطح بالا، در سطح مرکز هم، در سطح مرکز هم، در سطح حکومت‌های محلی. حکومت محلی هم واقعا ضعیف جلوه میکنه. حکومت مرکزی کو انتقال آتش به خانه ما را میخواه. جنگ را که واقعا از یک منطقه به منطقه دیگر برده، این جزی از طرح توطئه شورای امنیت و ریاست امنیت ملی و دولت کنونی هست. دولت کنونی همه افغانستان را واقعا کار نداره. هم در بازی انتخابات میخواه شمال افغانستان ناامن شود و حتی قسمت های جنوب افغانستان و مناطق نفوذ بیشتر سیاسی نداره و هم قسمت های شمال و شمال شرق و حتی افغانستان مرکزی. دولت مرکزی مبارزه با ایران افغانی هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ نیروی انسانی در بدخشان چقدر است که از این ظرفیت استفاده نمیکنه حکومت محلی و حکومت مرکزی؟ تا جایی که در سر تا سر بدخشان فرماندهان دلیر و شجاع مجرب دوره مقاومت وجود داره و اگر امکانات لوجستیکی در نظر گرفته شود، واقعیت‌ها و خواست مردم بدخشان در نظر گرفته شود، یا فاریاب یا کل افغانستان، واقعا ما میتونیم یک صف مستحکم علیه نبرد ایجاد بکنیم. در کنار این مبارزه ذهنی علیه دشت افغانی، ببینید یک مدرسه در دشت فراخ فرهاد یا دشت فراخ بهارک است. این مدرسه 10 سال بعد دیگه یک صف طالبان ایدئولوژیک برانداز کننده و بسیار دک مبستر برای شما تقدیم میکنه. چطور این مدرسه ایجاد شده و در اینجا عملا فعالیت میکنه در حالی که مردم پذیرفتن این وضعیت؟ از غفلت ماست. ببینید مردم میترسن. الناس علی دین ملوکهم، مردم در دین حاکمان خودشان هستند. این یک روایت فقهی، روایت دینی هست. وقتی طالب اونجا شلاق داره، تفنگ داره، وقتی طالب میتونه دادگاه سرایی برگزار بکنه، طالب سنگسار بکنه، طالب میتونه مکتب بسته بکنه، مردم واقعا از ترس جان و مال خودشان پناه میبرن به یک سمتی که سمت خوبی نیست. دولت محلی و دولت مرکزی، نیروهای سیاسی و جریانهای سیاسی و گروههای منطقه، گروههای اپوزیسیونی، هر کسی در این زمینه رسالت خود را اگر انسانی انجام بده، واقعا بیایند در کنار مردم باشن، هم گفتگوی صلح انجام بدن، هم طرح ذهنیت زدایی و روشن کردن اذهان افکار عامه و هم صادقانه از مردم ابزار نسازن. رأی مردمه که کار داری، از مردم سکو میسازی و از مردم میخوای استفاده بکنی. وقتی مصیبت بالای مردم هست، در کنار مردم باش و واقعا برنامه حکومت مرکزی در کل نهادهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با هراس افکنی در بدخشان در سالهای گذشته و در حال حاضر چی بوده و چی است؟ من فکر میکنم بدخشان یک انگشت ششمی حکومت است. با آنکه چند تا آدم نمادین ما در ساختار قدرت داریم، رئیس استادی ارتش، تا حالا با حرمتی که بهشون مدارم شخصا، به عنوان یک بدخشانی، به عنوان فرزند افغانستان، در کل افغانستان باید عمل بکنه، ولی جدیتر در خانه خود بکنه. وقتی شما در خانه تون آتش است و در پی ازی هستین که در مسجد دیگر راه بروین، اول آتش داخل خانه رو باید خاموش بکنین. جنگ افغانستان یک
جنگ فراتر یا سنگی هست که دولت افغانستان واقعا به سادگی را بالا کرده نمیتونه، ولی بس این است که ما در سطح دیپلماتیک تلاش بکنیم که به انزوا بکشنیم حامیان به این دلیل نیروهای دشت افغان را، یک توافق منطقه ایجاد بکنیم، اطمینان بعد بیاریم، جنگ نیابتی در افغانستان پایان بتیم، یک سیاستی را در نظر بگیریم که مبارزه علیه تروریسم اعتماد در منطقه خلق بکنه و بر ماموریت آمریکایی‌ها که نامعلوم است پایان داده شود. من این نکته را میخوام صراحت با صراحت کلام مطرح بکنم که یک بخشی از دردسر افغانستان خود آمریکایی‌ها هستند. اینها 100,000 میلیارد دلار برای چی مصرف کردند؟ اگر صادقانه است این ماموریت و مبارزه علیه دشت افغانی، بیاین سالانه برای ما 20 میلیارد دلار بدن، یک ارتش 1 میلیونی بسازیم، ارتشی با نظامنامه ترکیه، ارتشی که در افغانستان تجربه کردیم، با اردو و سیاست بسیار منظم در برابر چالشامون ما پیش بریم و مهار بکنیم. ولی اینا آمدن تا تفنگ‌های روسی را بگیرن، ذوب کنن تفنگ‌های انگری که بعد از 10 شلیک بند میشن میلش، با ما توزیع بکنن. سیاست آمریکا به عنوان رأس ماموریت مبارزه علیه دشت افغانی در افغانستان متاسفانه آقای شهر بسیار کوتاه اگر پاسخ بگیرم، در حال حاضر در کل و وضعیت بدخشان حدود 7 ولسوالی جنگ جریان داره، با توجه به ظرفیت‌هایی که شما اشاره کردین در بدخشان است، اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود فکر میکنید که طالبان باز هم عقب زده خواهد شد یا وضعیت دوام خواهد کرد؟ من فکر میکنم طالبان در حدی نیستن که بتونن بدخشان را تسخیر بکنن و مقاومت در برابرشان وجود داره. نیروهایی که الان میرسند شکمشان، بله، نیروهایی که شکمشان گرسنه و کفششان درست است میجنگن، درود و سلام به اونها در هر جای افغانستان که میجنگن. ولی واقعیت گپ امین است که اگر حکومت مرکزی سیاستش و حمایتش تغییر نکنه و حکومت محلی درایت نکنه و یک استراتژی تدوین نکنه، ما یک سیاست همگرایی به منظور مهار دشمنی مشترک را نداشته باشیم، طالبان میتونن درد سرساسیون و پروسه های مثل مردم سالاری، مشارکت مردم در انتخابات، آموزش و پرورش، همه را برهم میزنن. بستگی به این داره که چقدر وجدان مسئولین سیاسی ما بیدار هست و نسبت به آتشی که در خانه خانه مردم افغانستان در سر تا سر شعله‌ور شده نسبت به چی احساس میکنن. امیدوارم که تکان بخوریم. عبدالمنان شوای شرق، فعال سیاسی از زورتان در بس، و همچنان سپاسگزار از شما بیننده گرامی که تا حالا این برنامه را به گونه زنده از نور بیننده بودید. شب بخیر، خدا نگهدارتان.